درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 221مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. ترس دلیل اصلی ساخت دروغ است و دروغ منشأ باقی خطاهاست. در برنامه این هفته تنها سخنان هفته گذشته آقای بزرگ راستی آزمایی می شود. در این راستا از برخی اخبار دیگر کشور هم مطلع خواهید شد. هفته گذشته پنجشنبه 19 بهمن ماه آقای بزرگ رهبر ولایت‌مداران دو عالم و امید اختلاسگران و راندخاران حکومت مقدس با فرماندهان نیروی هوایی دیدار کردند. خبر آزاد. امیدوارم هیچ وقت ایران از این ذلیل‌تر نشه. فرماندهان نیروی هوایی مملکت رو بردن توی روزخونه تا به یه پیرمرد خرافاتی احترام نظامی بذارن، بعد هم دوزانو و چهارزانو بشینن روی زمین تا همون پیرمرد روزخونه که اتفاقا یه مبلغ مذهبی هم هست و اتفاقا رئیس همه رئیس های کشوره براشون روزه بخونه. انقلاب یک موجود زنده است، اینو به شما عرض بکنم. وقتی یک مبلغ مذهبی راجع به هر مفهومی نظر میده، از این نظرات خلق میشه. اصولا مبلغین مذهبی همه مفاهیم رو به نفع خودشون تفسیر میکنن. حالا انشالله در این زمینه بنده صحبتهایی دارم که عرض خواهم کرد، نه امروز، در آینده نزدیکی انشالله به مناسبتی خواهم گفت. اینی که بعد از 39 سال رهبر انقلابی هنوز مجبوره راجع به اون انقلاب به مردم توضیح بده، یعنی ببخشید صحبت‌هایی برای مردم کنه، معرف میزان موفقیت اون انقلابه. انقلاب چون موجود زنده است، پس افزایش دارد، رشد دارد، قوام یافتگی و کمال یافتگی برای اون وجود دارد. برای درک بهتر قوام یافتگی و کمال یافتگی در نظام مقدس کافیه یه نگاه به سطح شهر و محل زندگیتون بندازید. جمعی از ساکنان منطقه 12 تهران تصویری از حضور معتادان در اطراف امامزاده سید ناصرالدین برامون فرستادن. اهالی گفتن در محدوده رفت آمد مردم این معتادان به راحتی مواد مصرف میکنن. موضوع رو با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در میون گذاشتیم. ظرفیتی که باید به تهران داده بشه هنوز داده نشده. 15000 نفر ما فراورد معتادین متجاهرن در تهران. 15000 معتاد متجاهر یعنی بی خانمان فقط در پایتخت مقتدرترین کشور منطقه. این افراد هم خودشون دلشون نمیخواد معتاد باشن، کنار خیابون بشینن مواد مصرف کنن. نظام مقدس به اینجا رسوندتشون. البته تجربه ثابت کرده که آمارهای حکومتی رو باید در یک عددی ضرب کرد تا به آمار واقعی دست پیدا کرد. اما این قوام یافتگی و کمال یافتگی ثمره 29 سال هدایت‌ها و مدیریت انقلابی مقام معظم یعنی آقای بزرگه. سایه سنگین تسویه حساب‌های سفید امضا بر سر کارگران، یعنی معنیش اینه که قرار دادیم به سفید امضا هر تاریخی که کارفرما دلش بخواد اون موقع میاد، موقعی که میخواد اخراج کنه همون تاریخو میزنه اخراج میکنه. ولی از طرف دیگه مشکل بدتر از اینه که تسویه حساب سفید امضا میگیره، همون موقع میاد مینویسه کلی حق حقوقو دریافت کرده، دیگه حق شکایت هم در مراجع حل اختلاف ازش سلب میشه. یعنی زورگویی و ضعیف کشی فقط با امضا، مثل همین انتخابات پوشالی که برگزار میکنن. این هم یکی دیگر از دستاوردهای نظام مقدسه که در نتیجه قوام و دوام نظام مقدس حاصل شده. اما امروز قوام انقلاب و استحکام انقلاب از اون روز بیشتره. انقلابیونی که ایمان به انقلاب دل اونها رو انباشته است، امروز مستقرتر، ایستاده تر، آگاه تر، بصیرترند. البته با مراجعه به تاریخ و اسناد به این نتیجه نمیرسیم. انقلابیون سال 57 یا اعدام شدن یا فراری شدن یا خانه نشین شدن.
اون بقیهشون هم که مستقرتر، ایستاده‌تر، آگاه‌تر و بصیرترند در رأس امور کشور مشغول راندخاری و جمع‌آوری معنویاتند. بنده بارها گفتم تغییر و تحول جزوه چیه؟ جزئه. پس این پدر عروس چیکار میکنه تو بیت؟ تغییر و تحول جزوه ذات زندگی انسان است، پس جزوه ذات انقلاب هم هست. منتها چه جور تغییر و تحولی؟ آها، بازم تبصره داره. کلن علمای دین همینجوری هست، یه قانون طبیعی که همه قبول دارن رو بیان میکنن، بعد به نفع خودشون تبصره بهش اضافه میکنن. تغییر و تحولی که اصول و مبانی در اون به طور مستحکم ثابت میمانه. به طور مستحکم جمله قبلی خودشون رو نقض کردن. تغییر و تحول ثابت، این خلاصه انقلاب اسلامی است. بنده آشنای دقیق هستم با همه اینها. هیچ کدوم این خصوصیت رو که در انقلاب ما هست نداشتن و ندارن که اصول پایدار و ثابت بمانه و میوه های نو به نو از این درخت برومند و ریشه دار ظهور کنه و بروز کنه و در اختیار مردم و جامعه قرار بگیره. بالاخره ایشون رهبر انقلاب هستن دیگه. البته 10 سال بعد از انقلاب رهبر انقلاب شدن که الان ما زیاد کاری به اون نداریم. پس با انقلاب‌های دیگه به طور دقیق آشنایی پیدا کردن و خودشون هم به این نتیجه رسیدن که هیچ انقلابی از این نتایج نداشته، از این میوه‌ها نداده. اما در جنوب کشور از جمله بوشهر و خوزستان وزش باد و گرد و خاک آلودگی هوا را به دنبال داشت. مدارس و دانشگاه‌ها در 27 شهر خوزستان تعطیل و پروازهای فرودگاه اهواز هم لغو شد. هوا خیلی آلوده، خیلی کثیف، اصلا زندگی برای ما مشکل شده واقعا. هر روز اهواز همین آش و همین کاسه. متاسفانه اگه فکر نشه مال خودم نفسم داره تنگ میشه. خود من ناراحتی قلبی دارم، عمل کردم اینطوری باید روی هوا. گرد و خاک و به دنبال آن کاهش دید افقی متهم ردیف اول در تصادف زنجیره امروز در رامشیر بود. این اهواز و بوشهر چند هزار ساله که مردم در این زندگی میکردن و از این مشکلات هم نداشتن، اما در نتیجه دوام و قوام انقلاب اسلامی دیگه هوای سالم هم براشون باقی نمونده، چون میوه های انقلاب اسلامی تمام مرداب ها و طالاب های کشور رو، مخصوصا در جنوب کشور رو خشکاندن و مردم ایران رو با پدیده‌ای به نام ریزگرد اساسا آشنا کردن. یعنی ته ریه های مردم ایران هم از انقلاب اسلامی در امان نمونده. به هر حال مردم به زور باید از میوه های انقلاب استفاده کنن، اما میوه های انقلاب اسلامی انواع مختلف دارند. بچه کاریه، تشنج دارم، 30 سال تشنج دارم، مادرم ناراحتی قلبی داره، میگرن داره، پاور داره، بیکارم، کار ندارم، 20 سال روز تو زادان رو گاری میوه فروختم، میخوام اینجا گاری میوه بفروشم، شهرداری نمیذاره، میخوام در خونه بسال کنم، میگه جمع کنم جریمت میکنم، حقیقت بیکارم، برای نون خوردن اون موندم که مردم کمک جمع میکنم. همه ارگانه مشهد رفتم، استانداری، فرمانداری، بهزیستی، کمیته امداد، دفتر آقا رئیسی، آقا علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، خیابون امام رضا. گفتم یه درخواست بهشون دادم، گفتم یه جا به من کار بدید، یه سرمایه کار بدید، حداقل دست فروشی کنیم. گفتن نه کار داریم نه بودجه. بله خب، بعد پول بفرستن حرم یه کسی رو در عراق طلا بگیرن. از این میوه ها که حاصل قوام انقلاب اسلامی است، میلیونی تولید شده در ایران. دشمن با همین نکته مخالفه. دشمن یعنی چی؟ یعنی اونی که از انقلاب آسیب دیده. آهان، خودتون قضاوت کنین کیا از انقلاب اسلامی سود بردن، مخصوصا معنویات، و کیا آسیب دیدن. اینجوری راحت‌تر میشه فهمید کیا دوست اینان و کیا دشمنشونن. دشمن هدفش این است که از این استمرار و استقامت از این جلوگیری کنه. انواع و اقسام تلاش‌ها رو هم دارن میکنن برای همین. از هر وسیله‌ای هم که بتوانن استفاده میکنن. مثلا از چی؟
از متفکر نماها معلومه خیلی فکر کردین تا این کلمه رو اختراع کنین. یعنی چی متفکر نما؟ بعضی هستن متفکر نمان میشینن به اصطلاح فکر ارائه میدن. البته خیلی فکر نمیخواد تا بشه فهمید آدمی که دزدی کرده رو نباید دستشو قطع کرد، بچه زیر 18 سال رو نباید به اعدام محکوم کرد، کسی که مشروب میخوره رو نباید شلاق زد، یعنی اصلا کسی رو نباید شلاق زد در دلیلی، حقوق کارگر رو سر وقت باید پرداخت کرد، کارگر معترض رو نباید زندانی کرد، منتقد اجتماعی رو نباید شکنجه کرد و غیره. اما یه سری متفکر نما به قول شما نشستن از صبح تا شب مقاله می نویسن، توییت می زنن، تحلیل ارائه می دن، برنامه تلویزیونی می سازن تا همین کارها رو موجه کنن، به مردم ایران بقبولونن که این کارها لیاقت خود مردمه. اتفاقا کاربارشون هم خیلی خوب گرفته در رسانه‌های دشمن، هر کاری میکنن تا مردم ایران خودشون فکر نکنن، خصوصا در انگلستان از هر امکانی استفاده میکنن تا همین کارهای جمهوری اسلامی رو توجیه کنن و قابل پذیرش جلوه بدن. کلا اگر همین متفکرین نبودن هیچ وقت انقلاب اسلامی متولد نمیشد. خب با همه اینها این تلاش‌ها رو میکنن، ناگهان یه 22 بهمن پیش میاد. خب اینا روی مخاطبین حساب کردن. 22 بهمن پیش میاد، شما میبینید در تهران، در شهرستانها، در همه مناطق کشور، شرق، غرب، شمال، جنوب، سیل جمعیت را میفته و شعارهای واحدی رو میدن. شعارهای واحد رو براشون میخونن. حالا خلاصه اینجوری هم هست، فقط خواستم همینو عرض کرده باشم. فقط هم تلاش در فضای مجازی و اینا نیست، مثلا تحریم. خب تحریم روی زندگی مردم اثر میگذاره، مشکلاتی به وجود میاد، مشکلات اقتصادی به وجود میاد که آمده. ای مشکلات اقتصادی به وجود میاد و آمده؟ شما همین 4-5 سال پیش یه چیزای دیگه ای به مردم میگفتین ها؟ نمیفهمند، درک نمی کنند. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن، ما 30 سال تحریمیم، ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم. بگذریم که آقای بزرگ یا علمشون ناقص بود در زمینه اقتصاد یا مستقیم به مردم دروغ میگفتن، اما آقای بزرگ در این سخنرانی داشتن اصلا یه چیز دیگه ای میگفتن که یه دفعه مشکل اقتصادی از دهنشون پرید. مردم هم دستشون همه بنده به این مشکلاته، اما در این حال عشق به انقلاب، علاقه به انقلاب، پیوند با انقلاب و نظام اسلامی اینجور اکتوال عملی رو به وجود میاره. البته قرار بود ایشون بعدن در یه سخنرانی دیگه راجع به انقلاب مطالبی بگن، یعنی خودشون اینجوری گفتن، ولی خب نصف همین سخنرانی رو اختصاص دادن به انقلاب و تبیین اون که خود این نشان از صداقت مبلغین مذهبی داره. اما آقای بزرگ این جملات رو 3 روز قبل از 22 بهمن امسال بیان فرمودند. امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمنهای تماشایی خواهد بود. تماشایی از هر نظر. الله اکبر. شما عریض و طویلی که میبینین به خاطر کیک و ساندیس، یعنی ملت اینقدر گرسنن به خاطر یک کیک و ساندیس ببینین چجوری میان. اینجا هم دور میدون ولیعصر، ترس از شکلگیری اعتراضات. دیکتاتور!
همین که در سال روز یه انقلابی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر بدن، اونم بر علیه انقلابیون اون انقلاب، موفقیت اون انقلاب رو به رخ جهانیان میکشونه. به هر حال همین 56 ثانیه‌ای که مشاهده فرمودین اساره موفقیت‌های انقلاب اسلامی در 39 سال گذشته بود. اما آقای بزرگ پا رو از این هم فراتر گذارد و به سیاست خارجه هم پرداخت. چون مردم با این یاوه‌گویی‌هایی که بعضی از دولت مردان آمریکایی و غیره، فکر کنم آقای بزرگ از ترامپ می‌ترسن. مطمئن نیستم ولی اینطوری به نظر میرسه. اسمشو نمیگن اصلا. یعنی آدم فکر میکنه آقای بزرگ سعی میکنن اسم ترامپو نیارن اصلا. احساس میکنن که دشمن در حال کمین گرفتن و آماده شدن برای تهاجم است، نه تهاجم نظامی لزومن. ای تهاجم نظامی هم پس احتمالش هست. پس برای همینه ترسیدین. در صدد دشمنی است. وقتی این احساسو میکنن مردم میان توی میدان. مردم هم که اونجوری. از قدیم گفتن خود کرده را تدبیر نیست. هم اون سیاست خارجی کار خودتون بوده که 39 سال کشور رو تحریم کردین و در تحریم قرار دادین و تمام قدرت‌های بزرگ رو با جمهوری اسلامی دشمن کردین. هم این فساد و راندخاری کار خودتونه که اقتصاد کشور رو نابود کرده و مردم رو عصبانی کرده. برای همین مردم میدان رو خالی کردن و میخوان برن به اون یکی میدان. هر قدرم مأمور بکاریم بالاخره مردم میرن به اون میدان. یه مطلب دیگر درباره مسائل اصولی نظام جمهوری اسلامی است. البته عرض کردم من درباره این مسائل یک صحبتی دارم، بعدن انشالله در یه فاصله نزدیکی این صحبتها رو خواهم کرد. امروز اجمالاً عرض میکنم. البته اون قبلیه که عرض کرده بودن بعدن میگم، ولی یه رو راجبش حرف زدن، راجب اصول انقلاب بود نه اصول جمهوری اسلامی. اجمالاً یه 20 دقیقه دیگه هم تو همین سخنرانی راجب اصول جمهوری اسلامی عرض کردن. مثلا استقلال، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی، استقلال امنیتی، اینایی بود که نبود قبل از پیروزی انقلاب. پیش کنون از اینها وجود نداشت. استقلال رو خب مبالغ زیادی هم در این زمینه پیشرفت کردیم، البته هنوز در بعضی زمینه ها کار داریم. بله اونم چه کاری، مخصوصا در زمینه همون اولیش، استقلال اقتصادی. لااقل اون موقع که استقلال اقتصادی نبود دلار 7 تومن بود. استقلال سیاسیتون هم که به تحولات نوار غزه و تحرکات شیعیان بحرین و شرارت‌های حوثی‌های یمن وابسته است. میمونه استقلال امنیتی که حالا اونم چون امنیتیه صلاح نمیبینم راجبش حرف بزنیم. استقلال هست، آزادی است، پیشرفت کشور. یکی از اصول اساسی انقلاب پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف، در زمینه علم، در زمینه فناوری، در زمینه اخلاق، در زمینه‌های گوناگون، در زمینه‌های مادی، در زمینه‌های معنوی کشور باید پیشرفت کنه. در این زمینه‌ها هم پیشرفت‌های خوبی انجام گرفته. البته با اون چی که می‌خواهیم و می‌باید فاصله است که باید اون فاصله رو طی کنیم. یعنی یه موضوع نشده که اینا بالاخره حداقل به اون چیزی که خودشون می‌خواستن برسن یا رسیده باشن تا الان بعد از 39 سال. اگه به اندازه سر یه سنجاق امید بود که بعد از اصلا 50 سال دیگه اینا به اونجایی که میگن برسن یا جامعه رو برسونن، میشد صبر کرد. اما مسئله اینه که اینا اصلا در یه جهت دیگه ای حرکت میکنن، حتی حاضر نیستن لباس آدم های امروز رو بپوشن. عدالت، عدالت اجتماعی، اونو که دیگه اصلا نگو. آقازاده ها و یه سری از خودی ها از رانت‌های حکومتی میخورن و رسماً شهروند درجه یک به حساب میان و فکر میکنن ژنشون خوبه یه وضعشون خوبه. نصف جامعه هم که نصف حق دارن. بقیه آدم هم بسته به اینکه چجوری فکر میکنن، به چه پیغمبری اعتقاد دارن، به چه پیغمبری اعتقاد ندارن،
چه امامی رو قبول دارن و چه امامی رو قبول ندارن حق و حقوقشون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا اگر به یه پیغمبری اعتقاد داشته باشن که اینا اعتقاد ندارن، دانشگاه نمیتونن برن. اینجوریه دیگه، خوشتون نمیاد از کشور بریم بیرون. همینجوری تو خیابونای شهر که رامیری، عدالت اجتماعی که میاد جلوتو میگیره ازش کبریت بخری، آدامس بخری، کفشتو واکس بزنه. بچه‌هایی که باید سر کلاس درس باشن، مطابقه قانون اساسی خود اینا. برداشتن فاصله های زیاد بین قشرهای مختلف مردم، در این زمینه البته کمکاری داریم، عقب موندگی داریم. عرض نکردم یه جا نیست اینا رسیده باشن به هدف خودشون، مگر آنجا که حق و حقوق مردم اهمیتی نداشته باشه. کاری که باید در این زمینه انجام بگیره، اونچنان که شایسته و بایسته و لازم بوده انجام نگرفته، باید به جد دنبال اون باشیم و بدونید که به توفیق الهی دنبال این هستیم و از این قضیه صرف نظر نخواهیم کرد. این یکی از پایه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است. انگار این وضعیت عدالت اجتماعی در زمان حکومت نمرود به وجود اومده. این وضعیت عدالت اجتماعی ثمره قوام نظام مقدسه. مثل اجدهای هفسر افسانه هاست. تو افسانه ها اجدهای هفسر، یک سرشو که میزنی با شش سر دیگه حرکت میکنه. از بین بردنش آسان نیست. فساد اینجوریه. آهان، فساد اینجوریه. داشتم فکر میکردم سپاه اینجوریه. فرقی هم نداره. البته تعداد سرهاشو نمیدونم، ولی قطعاً پاهاش بیشتر از سرهاشه. هر جا میری لنگ سپاه میزنی بیرون. تو بانکداری سپاهی، تو راهسازی سپاهی، تو خودروسازی سپاهی، تجارت نفتی سپاهی، صنایع نفتی سپاهی، خانه سازی سپاهی، سد سازی سپاهی، لب اسکله سپاهی، تو ورزش سپاهی، تو سینما سپاهی، تو موسیقی سپاهی. به هر حال من فکر میکنم آقای خامنه ای بهتر شما افسانه های ایرانی رو مطالعه کنین به جای تماشای فیلم های هالیوودی. فساد، اون کسانی که منتفع از فسادن در درون جامعه، برخورد با اینها و زورآزمایی با اینها کار بسیار سختی است. کار انصافا مشکلی است. انصافا کار مشکلی است. آدم بخواد یخه خودشو بگیره. نظام مقدس با این همه اقتدار که رو هوا جاسوس میگیره، دختران انقلاب که یه روسری تکون دادن رو چند ساعته دستگیر رو بازجویی میکنه، اعتراضات مردم رو به شدت مدیریت میکنه، توهین کنندگان به پیامبر اسلام در فضای مجازی رو به سرعت شناسایی و دستگیر میکنه و براشون حکم صادر میکنه، از پس منتفعین فساد بر نمیاد. کم فسادشون معلوم، هم خودشون. و رهبر انقلاب اسلامی با قیافه حق به جانب به مردم میگه انصافا کار مشکلیه که با فاسدین برخورد کنیم. ولی از اون کارهای سختی است که حتما باید انجام بگیره. از اون کارهایی است که حتما باید انجام بگیره. امیرالمومنین علیه السلام، اصولا مبلغین مذهبی فکر میکنن وقتی روی چیزی تاکید میکنن و اونو تکرار میکنن، مردم اونو باور میکنن. اگه حتما باید انجام بگیره، همین الان دست به نقد برادران رؤسای هر سه قوه پرونده فساد مالی یا زمینخواری یا باجگیری دارن، بگیرینشون اگه راست میگین. یه نفر از مؤسسات مالی که پولای مردم رو خوردن رو به مردم معرفی کنین. در سطح بین الملل هم همینجوره. ظلم استکبار بایستی آشکار بشه. امروز ظالمترین و بیرحمترین مجموعه دنیا حکومت آمریکاست. همین حکومتی که آقای بزرگ میترسه اسم رئیس جمهورشو ببره. میگن میره اون با کمال وقاحت یه چند تا آهنپاره رو میذاره اونجا، میگه اینا موشکی است که ایران به مبارزین یمنی داده. یه ادعای بیدلیلی میکنن. خب محاصرن مبارزین و مجاهدین یمنی، محاصرن، بهشون چیزی نمیشه رسوند. اگر میشد رسوند، ما به جای یک موشک 100 تا موشک بهشون میدادیم. دادین اون موقع که میشد دادین. خود آمریکایی‌ها را براتون باز گذاشته بودن که بدین.
ممکنه چند وقت دیگه فیلمش هم منتشر کنن. اصلا همین گفته آقای بزرگ میتونه مورد استناد قرار بگیره که جمهوری اسلامی به یمن موشک داده بزنه به عربستان. در قضیه مقاومت آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که مقاومت رو ریشه‌شو در غرب آسیا بکنند. مطمئنم بودن که این کارو خواهند کرد. ایستادیم، ما ایستادیم. ما گفتیم نمیگذاریم. امروز برای همه دنیا ثابت شده است که او میخواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم. دلار شده 5000 تومان. مردم تخم و مرغ هم نمیتونن بخرن. شرایط زندگی مردم روز به روز داره سخت‌تر میشه. کشور در آستانه جنگ قرار گرفته. چیشون رو توانستین دقیقاً؟ حفظ یک دیکتاتوری با 500,000 کشته و صرف میلیاردها دلار پول مردم ایران پیروزی به حساب نمیاد. یکی از بزرگترین امتیازات نظام جمهوری اسلامی مردمی بودن این نظامه. خیالاتی نشدن. این خاصیت عبا و عمامه است. حداقل نصف همین حضاری که اونجا رو زمین نشانده شدن تو دلشون به این حرف خندیدن. در همه برنامه ها بایستی مردم در درجه اول قرار بگیرن. خب اسم مردم آورده می شود، مکرر انسان میشنوه، خوبم هست مسئولین کشور تکیه کنن بر روی مردم، نام مردم رو بیارن این عنوان رو تکیه کنن، این بسیار خوبه، منتها مردم رو بشناسن. همه باید مردم رو بشناسیم. توجه کردین؟ مردم داریم تا مردم. شوخی که نیست، عدالت اسلامی است. ولی فقیه تعیین میکنه کی مردمه کی مردم نیست. مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. مردم اون کسانی هستند که بعد از آنی که یه تعدادی اغتشاشگر وارد میدان میشن، اگرم اعتراضی داشتن، به مجرد اینکه میبینن شعار اغتشاشگر رو خودشون کنار میکشن، بعد در روز 9 دی میان توی میدان شعار خودشون رو میدن. روشون نمیشه بگن مردم فقط کسایی هستن که ایشون رو قبول دارن، ولی منظورشون همینه دقیقا. از نظر ولی فقیه و باقی مبلغین مذهبی، مخصوصا اونایی که ردای مذهب به تن دارن، مردمی که اینا رو قبول ندارن اصلا مردم نیستن. شاید برای همین هم هستش که حقی ندارن. اینا باید گفته بشه. سعی داشتم به سخنان رئیس جمهور منتخب که خیلی این روز حرف میزنن هم پرداخته بشه که زیق وقت مجال نداد. کمک رسانی و اپوزیت رو از یاد نبرید. راهی کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. هدف این بوده و هست که 1000 نفر از شما بینندگان یوتیوبی اپوزیت سالانه $100 به اپوزیت کمک کنید. حساب پیپل آسان‌ترین راه کمک رسانی است، اما حساب بانکی و آدرس پستی هم روی تصویر به نمایش در اومده. اگر حساب پیپل ندارین به وبسایت اپوزیت upozit.com مراجعه کنید و روی آیکون دونیت کلیک کنید تا امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم بشه. با سپاس ویژه از شمایی که با کمک هاتون سبب امتداد اپوزیت شدید. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اجتماعی برنامه سر بزنید. توییتر از همه مهمتره طبق معمول و اینستاگرام روش برنامه لایف پخش میشه هر از گاهی و صفحه فیسبوک، صفحه کانال یوتیوب و کانال تلگرام هم جایی هستن که برنامه هر یک شنبه برنامه جدید روی اونها منتشر میشه. با تشکر از تلویزیون پارس و با تشکر از همه شما همراهان، تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. قرآن برای آدم سازی آمده.